وصلا كده وش عمر بري خلاص انه واقف. آقا قبل اینکه شروع کنی من یه چند تا سوال از شما بپرسم. یکی اینکه اسم تو بهم میگی؟ من بردیام، آقا بردی. بردی جان چند سالته؟ من 17 سال. 17. آره خب چند وقت دو تا بازی میکنی؟ یه 4 سال پیش تو گیم نت مثلا یه 3 4 ماه بازی میکردم، بعد کنسل شد رفتم رینبو، الان مثلا 1.5 سال دارم بازی میکنم. بوده 4 سال دوتا رو میشناسی دیگه. 3 4 سال میشناسم، ولی یه سال خورده یه بازی میکنم اوکی درست. یعنی ما یه مثل زئوس میکشیدم رفتم بات مچ هستم. جیالتی بود. خب بعد میانگین روزی چند ساعت بسه میکنی؟ الان مثلا تا 1 2 هفته آینده زیاد، برای همین الان کوچ گرفتم، چون یعنی میخوام زیاد بعدش بازی کنم احتمالا نکنم، ولی مثلا تو روزهای عادی روزی 3 4 دست، ولی الان 1 2 هفته بیکارم، خب بشنم دوتا بازی کنم. خیلی زیاد احتمالا روز 10 مچ مثلا ولی میانگین روتین عادی تموم 3 4 دست. آره 3 4 دست و 3 دست. آره خیلی خب. بعد رنکت اینا باز شده؟ آره یعنی من رنکم که آرکون 2 3 بود، بعد رفتم یه مدت سری 2 3 تا امتحان داشتم، بعد برگشتم ریکالیبریت بود، همین یه ساعت پیش آخرش رفتم کروس 2 باز شد. خیلی 1000 تایی افتادم پایین. اوکی نزدیک 2500 مسلمه. بودم، الان 1750. خب بعد برده جان به چه هدفی بازی میکنی؟ من روتا رو تفریحی بازی میکنم دیگه، یعنی حتی یعنی به هدف رنک اپ اگه از اون دواز من دلوقت داری، چون سولو هم بازی میکنم، خیلی اینجوری نیستیم که آقا بریم مثلا میمش کنیم خیلی خوش دیگه، که بازی میکنم چون بازی بهم حال میده دیگه. میخوای توش بهتر شه، صرفا چیزی که به عنوان آره فان فقط داری آره بازی میکنی رو دوست داری توش بهتر شه. یکم دیگه خب واقعا یه حدی پایین تر آدم دیگه این فشار میخوره دیگه، اصلا به یارو میگه پول، میگه پول چیه؟ من نمیدونم چجوری پول کنم که. نه یه سری چیزا چرا بردی چون بچه کجایی؟ من اصالتا اسپانی ام، ولی خب کلا تهرانی. اوکی بعد چه رولی بازی میکنی؟ من مید و سیف رو با هم میزنم، هر کدوم فان شد معمولا سیف فان میشه. ریپلی خاصی داری با هم ببینیم ریپلی شو آره گیم خاصی دو تا داری؟ شو، یه دونه مارس آفلین حالا اونو اصلا میتونیم تش فقط یه نگاه بندازیم، اونو خیلی طولانی فیسس فوید جلان بود واقعا، یعنی طولانی زدم یارو رو بنده خدا اشکش در اومد، بعد رفت جانگل خودم وارد خریدم بردم جانگلش رو کاشتم، پریدم آرناش کردم تو جانگلم یه بار کشتمش، باز گیم رو باختیم. اونو فقط در حد یه سوال دارم، چون رول کیو هم میزنم، نمیدونم چرا من 5 تا رول رو میزنم بهم آفلین میده، یعنی به ساپورت خیلی کم میده، من اون شانسی مو آفلین رو میندازه. من مثلا هر 4 مچ یه بار خواستم یه دست آفلین هم اگه بهم افتاد، اونو فقط یه دست سری نگاه کنم ببینم من را داشت گیم رو جمع کنم یا اورسامو بعد میزد نزد. اوکی جدا از اونم اگه اون یه دونه، برسیم میبین. آره اون اگه رسیدیم ببینیم، یه دونه هاسکار میت دارم، اونو من میدونم خیلی بد بازی کردم، یعنی مثلا هاسکارهایی که خودم بازی میکنم من همیشه یعنی میره 15 پشت تاور 2 دنبالشونم، مثلا میام های گراندشون، این یکی من تو لاین به مدوسا مردم اصلا نفهمیدم چرا، ولی گیم رو بردیم، یعنی اونو میدونم بد بازی کردم. اشکالای اونو در رین با یه دونه یه سیف لینه اونو باختیم، ولی اونم اولاش رو یکم بد بازی کردم، یکم اگریسیو بازی الکی اون کله خربازی در آوردم، ولی انتظار داشتم ببریم اون، فکر کنم یکم لیت گیمش بیشتر گن زده باشم، ولی نفهمیده باشم که گن زدم. حالا جفتش هم مچایدش رو بهت میدم، جفتش هم تمام خب کالیبریت هم بذار یه چیز بهت بگم. ببین ما کلا 1 ساعت 1 ساعت رو وقت داریم، واسه چون زمان اون محدوده احتمالا نرسیم همه این گیم که گفتی رو ببینیم. ببین دو مدل ریپلی بیشترین بازدهی رو داره واسه کلاس. یکی گیمایی که فکر میکنی خوب بازی کردی ولی باختی، یکی گیمایی که از دقیقه یکی چیده نشدی این گیم چطوری بین میشه. این دو مدل گیم خیلی بهمون کمک میکنه. اگه گیمی داری کام که این پیه شکلی باشه بهتره. آره اوکی پس ریپلی پی ای آر رو بده من. چون کری هم بیشتر میده معمولا، مید و سیف رو با هم بزنیم، من اوکی مشاهدیشو برات کپی کنم. الان خودم دلم با مید لین ها، ولی ارفان مید لین میزنیم اصلا حالا تو رنگ های پایین تر شیرین 20-25 دقیقه با وایسی زیر من ندیدم تو اصلا 10 دقیقه من مید لین رو فاند کنم.
مثلا میدو سیف رو با هم بزنم 12-13 دقیقه مثلا باید آها یه سیف فاین بزنم، مچ طول میکشه. خیلی طول میکشه. با اینکه بی ای برم هم 10K 9800 ای ریپورت شدم تو این چیزا، ببین این کالی بریت 10K توی بود. مسئله نداره، توی یه سری از برکت ها یه سری از رولا فاین نمیشه. مثلا اینکه میگی آفلین فاین میشه، عجیبه که ساپورت هم فاین نمیشه. سر اینه که خب کسی تو اون رنگ تو سر آفلین کروسیدر بسپاره. آفلاین بازیکن نداره با آره بعد بالا. این قضیه ادامه داره. این اصلا تو تا دیواین بیای تا 5K 5.5K بیای، 5 تا رولو میذاری آفلاین فاین میشه. ولی از 6 6.5 که میگذری دیگه اینطوری دیگه بهت آفلاین بگم پلیر رو که زور میکنه. دیگه اینطوری بهت بگم که همه آفلینر میشن بیشتر، یعنی فکر کنم آف برای آف چیزه ارفان میرن تو تیم ملت، بعد تیم آفلاین نداره، بعد یکی مجبوره چنج رول ببین کنه بیاد تو یکی آفلاین. تیمه، یکی اینه که سطح تیم یواش یواش میاد بالاتر، یهو میفهمی که اوه آفلین چقدر رول خوبیه واسه رنک آپ کردن، چه کور خوبیه بین سه تا واسه کور رنگ دیگه. کاپشو نمیدونم، ولی من کلا یه دونه آفلاینر بلدم، اونم مارسه. خیلی بهم حال میده چون معمولا تو لاین باش خیلی فشار میدم، اس آره. بی رو خوب بزنم معمولا اونایی که نسبتا. تو همین 5-6K هم زیاد آفلین بازی میکنن سر همین بازی میکنن، چون خیلی هیروه حال قوی و میده. چلر داره، میری تو لاین میزنی پس انمی عشق میکنی. خب بزنین ریفلت ببینیم دانلود شد. داره شما دیگه مثلا 10 دقیقه آخرش که دسپرت دیواین داشتم، ولی به جز اون یه دونه ارلی گیم، اون اشکالم که اشتباهی دو سه جا انداختم تو جانگل انمی دنبالش رو میدونم ها، ولی حواس من ارفان این من کوچای نریمان هم خیلی میدیدم، یعنی یه زمان تو تری کوچ کریم میذاش میدیدم قشنگ، من میدونم مثلا آقا فارم بالای من اون تراینگل و سیپلین انمی بهتره، مثلا این تاور رو اول بگیریم، ارزش کلیپ از کیل مهمتره. بعضی وقتا تو بازی حواسم رو بهش جمع نمیکنم، حالا اینم اگه تیک داشتی با من چجوری همه چیزایی که بلدم رو بذارم تو بازی. زیاد احساس بعد میکنم بازی کنی، یکم زیادی تئوری شد، یه مدت که باید بازی نمیکردم با یکم تئوری هم زیاد شد عملیم کم شد. خب موقع همین یه مدت من گاو گاو بودم و ولی انقدر خوب لول میزدم قشنگ بلش. تا آرپونت 2 و 3 رفتم. خب ببین این قضیه که میگی کل علمی که دارم چطوری بیارم تو بازی، این قضیه واسه هممون بوده، واسه من قشنگ اون دوران خودم رو یادمه، واسه نریمان بوده، واسه همه بوده اون دوران. واسه اینکه این کارو بتونی درست کنی، یکی اینه که باید زیاد بازی کنی، یکی اینه که هر کاری که یاد میگیری رو یه تایمی اسپم کنی، یه تایمی اسپم کنی وسط ماسل مموری میشه میره تو ناخودآگاهت. یک دو اینکه زیاد که اسپمش میکنی میفهمی تحت چه شرایطی جواب داد چرا، تحت چه شرایطی جواب نداد چرا، اینا رو میفهمی. من یه دقیقه نت عوض کنم به شما اسکرین شیر بدم. خب اینم از این، اینم از دو تا خودم رو ببندم دیگه بیام تو آره دیگه، فعلا فعلا با دوتای خودت کار نداری. اینا چی کجا میشونه میره. اوکی خب فانتوم اساسین ببین یه چند تا چیز رو از این شروع بازی شما باید بهش فکر کنی. یکی این که داری میری تو چه لاینی، جلو چه هیروی بازی کنی، نسبت به اون لاین و این اون لاین رو هیرو. زدم پاره کردم پنگو در اوکی بذار اینا رو میخوام بهت بگم، میخوام این تو شروع بازی باید به چند تا چیز فکر کنی، میخوام بهت بگم چرا باید به اینا فکر کنی، چه تأثیرهایی داره. یکیش اینه که داری میری جلو چه لاینی، جلو چه هیروهایی، واسه اون لاین چی میخوای. مثلا میگم جلو بریستل بخوای بری بهتر استیک بخری، جلو بترایدر بخوای بری بهتر استیک بخری، جلو یه سری هیروهایی مثل جلو اورسا مثلا موو اسپید بخری. آره اینا رو حدودی در جریانم. مثلا حالا من جلو اورسا ترجیح آره میدم مکس اچ پی بیشتر کنی تا بوت بخری، من ترجیح میدم جلو اورسا مکس اچ پی تو بیشتر کنی تا بوت بخری. بعد یکی اینه، دومیش میشه به این فکر کنی که اولین آیتمی که تو میخوای با اولین کوریر یوزجت بیاری چیه. اولین کوریر یوزج خیلی اهمیت داره، چون از بیس تا تاور سیف لین بیشترین مسافت نسبت به لاین های دیگه، واسه همین کوریرت یه مدت زمان خیلی زیادی تو راهه، چون داره بیشترین مسافت رو میاد. توی لول های پایین تر اسپید کوریر کمتر هم هست، هر چقدر لول آپ میشه اسپید کوریرت بیشتر میشه دیگه، توی لول های پایین تر اسپید کوریرت کمتر هم هست، و اگر درصدی
آیتم اشتباه، یعنی اولین کوریر یوزجت آیتم اشتباه برات بیاره، تا این کوریر دوباره این مسیر رو برگرده بخواد مثلا واسه تو یه سلو برداره بیاره، تو راحت 3 ویو 4 ویو از دست دادی، یه دقیقه این تو رو از دست میدی، یه دقیقه و نیم از دست میدی، چون توی کوریرت وقتی آیتم یا ریجن هم میذاری کوریرت 15% هم اسلوتر میشه. واسه همین اولین کوریر یوزجت خیلی مهمه، خیلی مهمه که چه آیتمی میخوای بیاری، اونو نباید غلط بیاری که از الان بهش فکر کنی احتمالا آیتم غلطی نمیاری. بعد سومین چیزی که از الان باید بهش فکر کنی اینه که این بازی رو جلو این هیرو بغل این یارا با چه آیتمایی میبری، چطوری میبری، این گیم چطوری کری میشه، چه آیتمایی احتیاج داری تا این بازی رو بزنی. مثلا انیگما دارن، پنگو دارن، زئوس دارن، درو دارن، هودوینک من دارن. چا آره این بازی من لست پیک بودم ارفان، بعد یعنی پیکا رو نگاه کردم دیدم همشون دو تقن، یعنی همشون خیلی اشپشون کمه، سر همینم هم پیه کشیدم، گفتم یه یک و دو رو هر کدومشون بزنم اولین کریت یارو مرده، یعنی اصلا اینا یه دزول بیارم همشون میشن دو تا هیت. ولی خب دقیقا، ولی زئوس خب دارن، اونا هم کیویر اول تو دارن، رو پیدا، آفرین، اونا هم آره اول تو رو پیدا کنن با ماجیک یعنی دمیج میبینم که میکشنت. یه دونه دزو یه دونه بی کی بی احتمالا کار رو در بیاره. حالا بخوای گسترده تر فکر کنی میبینی که بی کی بی کنترل هم دارن، یعنی اینا میتونن تو تایم بی کی بی تو رو دیزیبل کنن، بی کی بی که تمام شد با ماجیک بکشنت سر بلک هول. واسه همین اینجا اونجاییه که به این فکر میکنی که خب من اگه میخوام جلوی بلک هول فایت کنم، جای اینکه از بی کی بی استفاده کنم از ایجس هم استفاده کنم، یعنی من حتما با آنخ روشن فایت کنم، بتونم فایت رو یه طور شروع کنم که انمی رو فورس کنم به منی که آنخ دارم بلک هول بزنه، که بعد اینکه از آنخ باشتم بی کی بی ردی باشه دیگه نتونن جوابی واسم نداشته باشن. اگه از اول بازی به اینا فکر کنی، بیلدت چیه، مووت چیه، بهترین تارگتت کیه، چیزایی که کانترتن چیه، به این چیزا فکر کنی، هیچ وقت زود موف نمیدی، هیچ وقت هم دیر موف نمیدی، همیشه رو تایمینگت موف میدی. میدونی آقا من بی کی بیم نهایت نباید بیام فایت کنم، دو تا اسپل میخورم میمیرم، من اینکه بیام پیک آف سوسکی که بکشم فرار کنم چون خیلی اسپل دمیج دارم. حالا بی کی بیم اومد، اگه انمی بلک هول داره یا باید انیگما رو سری بکشیم، یا اگه انیگما رو سری نکشیم من نمیتونم بی کی بی کنم بیفتم دنبال بقیهشون، چون منو بلک هول میکنه کل دیوریشن بی کی بیم هدر میره، بعدش میکشنم. پس وای میسی با آنخه بری تو فایت، یا میری واسه کشتن انیگما. این که از اول به این چیزا فکر کنی، میگم یکی تایمینگاتو فیکس میکنه، یکی تارگتاتو فیکس میکنه، نحوه فایت کردن تو فیکس میکنه. حالا بریم اصلا تو انقدر مسیج. این گیم بدبختی های بیشتر بود، من اصلا فکر کنم کلا بلک هول نخوردم این گیم، حالا این برای 3 4 روز پیش یادم نمیاد، ولی اصلا بلک هول، حالا ادیگما های بد بود، یعنی اگه بازی خوب بود بعد فقط وای میستاد عقب منو بلک هول، ولی اصلا احساس میکنم بلک، یعنی من اصلا ایجیز هم یه بار گرفتم تو بازی یکی دو بار، میگم این چیزایی که من ولی دارم آره میگم تئوری واسه موو توری، پرفکته، مثلا شاید تو این رنگ ها لازم نشه. آره لازم نشد ولی باز باختید، یعنی به این فکر نکردم، اونام این کارو نکردم ولی باز باختم. خب بذار ببینم. اینجا اشتباهی اگرو کردم زیر آره تابه این بودم، اگروت نبیارم غلط، زیر تابه. آره این اگروت غلطه. اومدم رنج رو دینای کنم دم ای اومد زیر تابه، اصلا دست اول روزم بود فکر کنم. اینو آلت بگیری نشونت میده دیگه. آره نه رنج تابه حدودی دستم، اینو یه اشتباه شد، همونجا گفتم ای خاک تو سرم چون اینجا این کارو کردم. خب این یونیت های دوتا میلیه رو هم میزدی ها، حتی اون اولین میلیه رو هم باید میزدی. حالا من نمیخوام زیاد به این اینو با چیزا یک گیر بدم. ببین تو این موبی که داری میدی، داری میری درخت رو دور میزنی، تو با کویلینگ ولید یا اینو میخوری یا اینو میخوری، از این ور یا از اینجا میای زودتر میرسی، اینو با یکت میرسی بزنی. ما این دوتا میدی رو باید بزنی، اینا چیزایی که خودت باید تمرین کنی بهترش کنی، من بهت میگم چطوری زیر انجام تاور سی اس لاستش کیک کردم. دبلیو شد، رنج هم که خورد رنج رو میخورد. جلو انیگما میدونی چطوری باید لاین بازی کنی؟ بسال یه ذر برشم سرت بگیر. نه خیلی اون پنگولش که اومد مرد دستش درد پنگولم نکنه. همینجور کارشه، نمیدونم میومد فید میداد، نمیدونم چرا، یعنی نه که بخواد فید بهتر بده میمو. آره بهتر یه ویج تاکتری یه سه میخورد نصف میشد پریدم میزدم میشد.
آخ بعد حالا این لاین رو دیدیم هم اینم کلا برام سواله با پی ای و ای ام. آقا چیا رو یعنی تو چه بازیایی مثلا ترد رو کامل کنیم بعد بریم فیوری، تو چه بازیایی اصلا بوت هم نخریم، آیا مثلا فیوری این فیوری رو کی بخریم کی بیادش، هم یکم سواله برام. ببین یه سری موقع هست تو میتونی تو لاین وایسی بزنی تو کله انمی فارمت هم بکنی و همزمان بری واسه فیوریه، جان یه اونجا لحظه مثلا لگ شدی. استیک ریت بند مثلا بیاری که لاین کنی. حالا استیک ریت بند میتونی بیاری، میتونی پاور تریدر هم بیاری. منظور پاور ترید آیتمیه که واسه بازی سیفه، یعنی مثلا لاینت سیکیوره، فارمت سیکیوره، پاور تریدر رو میاری طرف هم بیشتر هرس کنی واسه یه تایمی، میدونی این سیکیوره. یه تایمی هست میدونی نه آقا مثلا این انمی لول 6 من باید برم، انمی مثلا تیمبر سای، انمی بیست مستر، انمی لایکنه، این دیگه 6 من باید خداحافظ شما. اون موقع دیگه پول نمیدی پاور ترید بخری، بوت میخری با رینک که سریع اون دیگه 6 شد دیدی جلوش نمیتونی وایسی بری یواش یواش جنگل زدن. آه این بازی دیدم پنگوله یکم حالش خوبه، فکر کنم هم ریت بند آوردم هم پاور ترت هم استیک بعد رفتم. آره خوبه استیک اگه و این کاری ریت بند کردی. که اوورد دارم. خب بابا میسی لول تو میکشه با ایش دیگه کیبورد نمیگیری؟ بلدم بگیرم ولی عادت کردم میگه با موس بگیرم. بگیر دیگه، نگاه کن موس تو این وسط درگیری چیکار لول میکنی. اول معمولا چون کاری ندارم با کیبورد میگیرم، میگم ببینی من بلدم با کیبورد لول بگیرم، بعد با موس نه میشم لول بلدم. کلا ببین، کلا تو حد الامکان موست از تو این صفحه نباید بیاد پایین، چه واسه اینونتوری، چه واسه لول، چه واسه اسکن، چه واسه گلیف، چه واسه آیتم خریدم. بعد اینکه این همیشه تو ذهنت باشه، اولویت تو فارم کردنه ولی تنها کارت فارم کردن نیست. یعنی اینطوری نباشه که کیلو ول کنی، هرس رو ول کنی، بگی من اولویتم لست هیت زدنه. تو مین وایل که داری لست هیتت رو میزنی، هرس هم میکنی، دینای هم میکنی. آسون بین نگیر لحظه تا بازی رو، دیگه آره آفرین، تا جلو کلیپ آسون پره. نگیر کارو که مثلا خب دیگه من لستی تو زدم بیام عقب، یا خب دیگه یارو هرس کردم بیام عقب. تو هم باید لستیت بزنی، هم باید هرس کنی، هم باید دینای کنی. اگه میتونی توی یه لحظه هر ستا کار رو انجام بدی، باید هر ستاش رو انجام بدی. هر یه دونه ای که انجام نمیدی غلطه، باید اینو تمرین کنی درست شد. هر نوع کنم پنگولر که داری هرس میکنی، یه لحظه تیم برات دست میدی. میبینی؟ این دیگه برگردم پوینت آی تو. چشم اینو چرا نزدم دست کرد. آره بعد یه چیز دیگه که داره، وقتی زیر تاور خودت داری انمی رو هرس میکنی، انمی رو میزنی، با آلت انمی رو هرس کن. اینو اگه ببین، بمشه روش نه 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 ببین تاور قرار کدوم یونیت آه رو بزنه که یهو سورپرایز نشی. ای چرا اچ پی کمر رو زد، یهو سورپرایز نشی. یارو که داری میزنی آلتت هم بگیر، یه لحظه آلت بگیر. اگه ببینم کدوم کلیپو آره، میزنم. اگه رفت رو یونیت پره که اینو 4 تا دیگه هم بزن سرش، اگه رفت رو یونیت کمه بعد آماده باشی اینو رستیت کنی. آره میبینی؟ شکلت خیلی کار درستی کرد، استک بول کرد. این زیر تاور لستیت زدن رو یادت باشه، بس پیدمس زیر تاور لستیت اینجا زدن رو یکم هم رنکی تمرین بالاتر کنی. بود، گیم های دوم سوم کالیبریت هم بود، فکر کنم هنوز خروس 5 آرکون یک اینا بود، بازی یکم دیگه اومدم پایین تر باختم مسئله براش. نداره، این زیر تاور لاستیک زدن نباید یونیت ها رو میس بدی، این یه قلقی داره که بهت میگم. نه من نه میس نمیدم، بر میلیا باید دو تا اتک بدی بعد آفرین تاور که میزنه ستا میشه، رنجم که ستا میخوره میزنی. آفرین. آره اینجا یکم خب دستم همین سرده فکر کنم اوکی. دقیقه دو یکی سه بعد این، برنش. یکی دیگه این که وقتی پول شده لاین زیر تاور داری یونیت میزنی، یونیت ها رو همش رو بردار به خودت بیار عقب. یه دونه اتک بدی به این میلیه که نزدیک این رنج است، هم رنجه میاد هم خود این میلیه میاد، همه رو بردار بیار عقب. نه تنها لس هیتت راحت تر میشه چون زیر تاور نیستی، بلکه اینا رو بردار بیار اینجا با این یونیتات دردید کن، اینا رو هم دینای کن. مثلا این اتفاق رو میبینی؟ خیلی بده. فرض کن اینا رو بردار بیار اینجا رو یونیت رنج. پنگوله باید اینو دور بزنه بیاد این ور که هرسش میکنید، نمیتونه این کارو بکنه دیگه. این تو ذهنت باشه واسه لاین های سیف دیگه. لحظه تا میس میدی زیاد به تیر نمیدم دیگه، اینو باید تمرین کنی. میمیره دیگه.
وسط فایت ماسش رو میارم های لیولی این کار درست کنه اینو سعی کن با کیبورد بگیری. بعد یه قلق جلو، یعنی یه قلق که نه، مدل جلو انیگما بازی کردنه. تو هر وقت جلو انیگما بازی میکنی باید سعی کنی لاین تو پوش بدی، یا ساپورتت همینطوری که این کارو کرد ویچ چک داره بهش بگی استک پول کنه، یا با همدیگه پوش بدید. وقتی با همدیگه پوش بدید اونها یه یونیت کمتر دارن، انیوی لاینشون پوش میشه. انیگما هم هیروی نیست که بتونه وایس هراستون کنه، دو تا هیرو خیلی قوی این لاینی که رفتید یکی از قوی ترین لاین های سیف لاینه، چون یکو میزنی اسلو میشه، بیشتر سه میکنه، چهار تا میزنه تو سرشون تازه کسب میزنه، بعدش هم دوباره یکی تو ردی میشه. این لاینتون خیلی لاین قویه. بعد وقتی بخواید لاین رو پوش بدید، انیگما پنگولو بندازید اینجا میتونید دینای هم بکنید، بعد مینوایل اینم میتونه پول کنه دوباره. اینم اگه واسه پول کنه این کلیپ ها میان این یه وقت وی که کامل دینای میشه دیگه. آفرین، چه بسا بری خود لارج کمپ هم لستید کنی. جلو انیگما حواست باشه تو لاین این شکلی بازی کن، یا استک پول کنین یا پوش بدید لارج کمپ رو بکشید. حالا بعدش ایفون برای الان که مثلا بعد این کش خواستم برم بازی کنم، احتمالا هم دیگه چون ریپلی سیف لین رو دیدیم فقط برم سیف. مثلا برای این پچ من پی ای را دستمه، تاینی هم را دستمه، مثلا یه خب هیرو دیگه هم بگو که اگه این دوتا کیاس، به هم بود مثلا چیو کیاس. آره کیاس خیلی بدم باش، نمیدونم چرا، شاید قبلا پچش نبود ولی میکنم کیاس 10 تا گیم بازی کردم 9 تاشو باختم. هیرو من نیم، نمیدونم شاید این پچ خیلی قوی باشه. نو سگم با کیاس اصلا نمیشه. ببین هیرو قویه، هیرو سختی هم نیست که نتونی بازی کنی. یه سایتی هست به اسم دوتا دو پرو تراکر، این سایت رو میشناسی؟ نه خب ببین این سایت رو که باز میکنی بهت یه اینجا سرچ میده، میزنی کیاس، کیاس رو باز میکنی، توی 8 روز گذشته هر گیمی که پلیرهای تاپ رنک کیاس بازی کردن رو واسط میاره، میگه 52% وین ریت داشته کیاس توی 2300 تا مچ، بیشتر از همه کری پیک شده، ماس پلیدش کری بوده، حالا آفلین و 54 هم رفته یه موقعی. بیشترین بهترین بیلدی که داشته این بوده از لحاظ اسپل، بهترین بیلد آیتمی که داشته اینا بوده، یه موقعی هم این آیتم ها رو کنارش رفتن. وقتی میای پایین تر میبینی که تاپ پلیرهای دنیا از هر ریجنی، نه فقط اروپا، هم آمریکا، هم اسیه، هم چین، هم روسیه، بازیشون اینجا وسط میاره. هر کدوم از پلیرهایی که دوست داری، مثلا یاور پلیر خوبیه، ریون پلیر خوبیه، این جلوش یه دونه فلش داره، این فلش رو باز کن، این عدد آخر میشه مچ آیدی، این مچ آیدی رو کپی کن، این عدد آخرش میشه مچ آیدی، برو اینو کپی کن، بزن ریپلیش دانلود شه، بشین ریپلیش رو ببین، ببین چی کار میکنه، چطوری موف میده، به چه ترتیب آیتم میخره، سعی کن بری همون کارا رو بکنی. واسه همین کیاس این شکلی، هر هیروی رو خواستی بازی کنی بعد سعی کنی قبلش ریپلیش یک رو ببین. کلیه مثلا خوبه پش دیگه چیه به جز تاینی و کیاس؟ تاینی کیاس پی ای مدوسا، بعد اگه مدوسا هم نخوای میدوسام هم خوبه اتفاقا ولی بورینگه، خوش نمیگذره با آدم دیگه دیگه چری کلا بورینگه، دیگه من چری اصلا باز کلا پی بورینگ. ای مثلا وقتی آیتماد میاد میپری این ور اون ور، نمیدونم پایینی آوالانش تاسی میکنی همینجور تا آخر بازی مدوسا اتک یه میزنه. هیرو کرخت اینطوری میری چلو. آره همونجا میری تو. وای یه ویدیو دارم دیگه، من با 2 تا دیوار رفته بودم تکی چیزشون میزنم، ال سی پرید منو دوئل کرد، رمپیج آره گرفتم، همینه، مدوسا ولی خیلی با قوی. تو دوئل ال سی خودش به من رمپیج داد، متوجه شد. 5 تاشون بغلم مردن، ببین خب خیلی اگه مدوسا حوصله حال بود سر. نکنی لایف هم میتونی بازی کنی، کیاس لایف، لایف بوست، فیس آره سوید لایف هم بوست میتونی بازی کنی، فیس سوید هم خیلی قوی بایدم رو سگه، خیلی بد پرومو بزن دیگه، یواش یواش باید تمرین کنی دیگه اگه میخوای میزنم یورو روی رو آرام بازی باشه. کنی. یه دونه انمی بگیرم 3 تا خودی. خب نه یه ذره تمرین کنی میاد دست. نه یه سری هیروها رو یکم بازیم خیلی بدتر بود بازی کردم، بعد دیگه اصلا کرس شدم روشون دیگه، یکی وید یکی کیاس. نه سخت نگیر، تمرین کنی درست میشه. زمان مورف اون موقع که حالا ای بلید بهتر بود بازی میکردم، اصلا تو آرکون پا میشدم ملت رو دو تقه میکردم میبردیم با مورف، ولی الان دیگه نمیشه ها. الان دیگه نه، اصلا من میخریدم که ای بلید بیارم. جلوت اسکای میج درو من نمیرفتم آیتم بیک من تو میرفتم ای بلید بازم میبردیم. ولی حالا باهوش بازی کنی بلیده بهتر حتی جلو نمونه. درو اونقدر هم اذیت نمیکنه مورفو دیگه، با یک سایلنس چه مثلا تا اون دو میزنه با یک بری توش
دیگه تمام. درست. ببین اینجا وقتی سه تا هیرو رو میبینی، انیگما هم دارم، بعد زئوس هم داری زیر بارت میبینی که داره با حس میاد، تو بعد همیشه یه چشت به مینیمپ اوه باشه، آره زو سر نیدم. همیشه باید یه چشت به مینیمپ باشه. تو این ددو نباید بدی، حالا فعلا اوکیه بدی تا تمرینش کنی دیگه. این ددو نه، اصلا این ددو یه پلیر 7K باشه 8K آره باشه میرفتم نمیدی، مثلا لا درختات وای میستادم تو برم اصلا تو همین تیپی کن بس، همین تیپی کن. بیس. آره چون استاناشونو که زدن 4 تا هیرو میخوان رو این تاور کامیت کنن، تیپی کن بیس یا اضافه میشی میری بالا، یا میای اینجا، یا بعد اینکه پایین زدن ول کردن رفتن می اینجا فارم کنی پاور رو بدم بره تاور بده بره. آره خواست بهتر از اینه که پنج ایکس بار پی پنگولن بدی. رو کشتیم اوکی پاورمو بگیره حیف خب نیست میخوای چی کار کنی الان؟ چی کار تونستی بکنی کنید تا این چهار تا تا هیرو برن؟ این چهار تا هیرو که رفتن کمتر شدن دوباره برمیگردی لاینت. ببین الان زئوس رفت، پنگول و انیگما هستن، خودت هم که اومدی بالا که خودم آدم بالا خاورش رو میگیرم دیگه دم خب دیگه خاورمونو گرفتم این درو هم موف دیدم موف من درو رو بهتریه. آره من دم آخه درو رو هم الگی میزنم به پیروش کار نمیکنه دیگه اومدی استریکش هم گرفتی با جنگلشون کشتی دیگه، فارم کنی دیگه. رفتم انشنت تاور سرت خریدی اول؟ جفت کنم بود خالی میرفتم فیوری بهتر بود داره منم حس میکنم این بازی بود خالی فیورش بهتر بود. وقتی لول اپ هستی پاور تریدر رو بخری بازم اونقدر بدی نیست، چون لول اپی دمیج هیروت بهتره، اون اتک اسپید کمکت میکنه، ایشنت هم که با بلر میزنی. آره میزنم سلام بدونه بلندی اینجا هم اشتباه کردم پول اون دمیج بیشتره رو داشتم دمیج کمتره رو باید مه اونقدر حالا چیز خاصی نیست، ولی خب آره آن اینو بار نریمان نشسته بود تو استریم حساب کردم ای تو ده آره اونجا بهتره که اونو بگیری، ولی خب چیزی نیست که بخوام اگه اون پول براش آره اگه مانوف پول بدم. جفتشون رو داری 100% یه پول جفتشون داری و اونو بگیری، آره. ولی خب میگم چیزی نیست که اونقدر بخوام روش مانوف بدم. انمیز اوستارا اینطوری داری فارم کنیم، چون اکثر موقع فرمم سم شیش بزنه دمیج نمیخورم شاید یه موقع سه نبودی دیگه، من شش میتونم یکی دیگر رو بکشه تو رو میکشه. اینجا سوسک بازی در آوردم رفتم شیش زبوت خوردم در در بیست زد تقل دیدی مردم نداشتم بلور وگرم میزدم اسم کم فعلا که جای درست ریفارم میکنی، خوبم داری فارم میکنی. اما موقعی که بیشتر فارم میکردم دیگه همیشه مینه ده چیز بودم یعنی بیشتر بازی میکردم با کری همیشه یعنی مثلا مید لین هایی که کری هن دیگه مثلا مدوس های مید و اینا همیشه مینه ده ترانگل بودم این ترانگل رو میزدم داینی بالا رو پوش میدادم این کمپ اینا رو میزدم میمونم یکم فارم پاتن الان اینجا کله خراب بودم تو جانگلش میمیرم حالا یه دقیقه قبل بازی در میارم خدا قشنگ اینجوری میرم بکی مردم ببین میدونم اینا یه چیز رو بهت بگم، ببین تا الان خودوین که از زیر تاورت از زیر ویژنت میاد تو رو میکشه، خیلی حواست کم به مینیمپ هست، خیلی خیلی حواست، یعنی عین دوتا دلی که دادی سعی که به مینیمپ دقت نمیکنی دادی. این سعی کن همیشه یه ششت به مینیمپ باشه، و اینکه این مدل موقعی که میخوای کیل بگیری الان این دروه رو چطوری میتونی بکشی؟ این قلق پی ای آصف هم تو لازم نیست دگر بزنی بهش، تو بهش بیلینک بپرم بزن. روش آره بیلینک بزن بهش، چون وقتی میچسبی بهش ویژنشو داری، بعد که دور شد دستت بهش نرسید تازه بهش دگر بزن، چون دگر ویژن نگه میداره. فارمارم کلا نمیشه یک میندازم روش با دو میپرم روش
منظور اشکال اینو سعی کن حفظ آره انجام ندید دیگه، این واسه کیل گرفتن این آره شکلی بهتره که با بیلینگ شروع کنی. اما دومینیشنز معمولا نزده دیگه یا پی ای آخر های گیم یه یک و دو به یکی میزنه میمیره همون ثانیه ها، من ال گیمش حواسم نیست مثلا بلای چطوری تست کنم افیشنت حتی تر؟ دستم آره نیست. آره آه ایشنت بزنی ها، این موقع تجربه کنی. آره نه نمیدونم خودم رو دارم چی کام کنم، این بلک همون بورن رو بحث مرد. تایمینگ است، یعنی اصلا آره بدونی که آقا من این آیتم میخوام، این آیتم میخوام، این آیتم میخوام، بعدش حداقل میام ریپ میکنم آره دیگه، بس همین این موبا رو نمیدونم. هر بار ایشنت بزنی تا همین 16 به این بار ایشنت نزدی. دیس شد. اون نتم بعضی وقتای مرضی داره، یه دقیقه فقط یه ثانیه وقت خاموش روشنش کنم دوباره درست میشه، یعنی تو خود لپتاپ نه ولی فیکس خب میشه، ما بعضی وقتا آره میمیرم دیگه سرش. یه مشکل نیت تو ایران آره متاسفانه. اینجا اومدم دیدم دعوای خوبیه، دو سه تا خوبه کشتم اینجا نت براش. خوب بود. آخ آخ اینجا اومدم از مثلا تیپ نریمان استفاده کنم، گفت مثلا پایتون پامه میزنید برید جانگلشون وارد بکارید و نمیدونم تو به عنوان کری بری یارات میان، بعد فارما ازشون میرفتم سگ مردم. خیلی خب بد ببین یه شرایطی داره این قضیه. آدم، تو برم اومدی، جانگلشون رو بگیریم بعد فید دادیم. خب آره تو اومد، ببین وقتی تو میای جنگل اینجا، اینا الان زندشن تو رو میکشن، اینا الان زندشن تو رو میکشن. کل پوینت موف دادن تو این جنگل اینه که فارمی رو بزنی که انمی میخواد بزنه، نه اینکه به جنگلشون بکشیشون. بعد اون چیزی هم که میگه برید جنگلشون رو بگیرید رو تایمینگ، این رنجرت مرده، نکروت پایینه، ای ای نصف ای ای و ویچرکترت هیچ کدومشون هم ملتی ندارن، الان نمیتونید جنگل اینمی رو بگیرید. الان صرفا جنگ که بیای برگردی فارم خودتو بزنی، میای این فارم رو رنجر میزنی، این دو تا کمپ رو بزنم که دلشون که آفرین تیمی کرد خالی باشه. آفرین، این دوتا کمپ رو بزن برو، و باید حواست باشه که ایشنتت رو از دست ندی. تو باید از رو هر میل باید دقیقه، بزنه. آفرین، تو باید رو دقیقه بازی موت رو مشخص کنی، یعنی اگه موو مثلا ثانیه 40 45 حتی نمیای این دوتا کمپ رو بزنی، یا اینجا اینو استک کنی که دوبار ایشنت بزنی، چون الان تیمت اونقدر جلو نیست که تو بخوای فول جنگل انمی ازش بگیری. تو میای به اینجا نظر خودم فارمشو میزنی. خیلی جلو بودیم، یعنی من نگاه میکنم 3K کلا نه جدید. خیلی جلو، آره اصلا تو آیتمی چک کن، تو الان پی ایت خیلی جلوه، نه ولی احساس کردم تیمی خیلی قوی، تیمی چون آمار بگیر آره دیگه، نکروت پایین وین رنجرت مرده، دوتا شیش نکرو ندارید، تاور و مین ده اینا گرفتیم میدم نسبتاً زده بود نخورده بودیم. درسته؟ ببین اونقدر جلو نیستید که انمی تو 4 جهت مختلفتون تیپی کنه و شما آره بتونید همشون رو بکشید، این اتفاق نمیافته نفهمیدم چرا دیگه. قوی دین چرا ضعیف. آره اینو حواست باشه، اگه میخوای کاری بکنی که انمی رو عقب بندازی، میگم اولویتت قوی کردن خودته، ولی خب قوی کردن خودت، ملت اینطوری هم که میخوان خودشون رو قوی کنن وای میستن این کمپ ها میزنن، خب این کار غلطی. آقا تو مینوایل که خودتو داری قوی میکنی، سعی کن انمی رو هم ضعیف کنی، چه اینکه این کمپ رو بزنی، این لارج کمپ اینجا رو بزنی، این لارج کمپ اینجا رو بزن، یه لارج کمپ به انمی کمتر بده، حتی اگه اومد اینجا اینم دیدی مثلا سخت ریسکه، بذار بزنه، گیری نداره، بذار نه فارمشو تیپی بزن. اصلا تیپی درو رو دیدم، اگه دستانی بزنی اقعا اصلا تیپی درو رو دیدم روشن پینگ دادم بچه بیم من بکشم بعد رفتم بهش مردم. یعنی بیاید روش درو الان بکشید اینجا تیپی میکنه. آره گفتم نه بریم. بچه ها اصلا ببین این خط، این دایره ای که کشیدی، این حالا بیزی فلان بیسار، این شکلی که کشیدی این نریمانه. نریمانو میشناسم، این دایره ای که کشیدی این دایره نریمانه، که بیایم این برم بیایم تو این جنگل بیایم آره فلان، سن ولی بچه خب بیان برزید اینجا رو بگیر. ولی خب یه عدسه دارم نمیاد، ولی خب تو شرایطی که میشه این کارو کنی، کارو زوری نکن. اگه بیلدینگ دمج نداری نرو واسه تاور نرو زدن، تاور بزن. اگه روشن دمج نداری نرو واسه روشن زدن، اگه کنترل کافی نداری، ریسورس کافی نداری، نرو واسه اگرسیو بازی اونم کردن.
جان و نیکرو هم خیلی قوی بود، حالا تو بازی هم جلوتر میبینی و تکی وای میسه ستاشون رو میکشه، آره خیلی الان خوب ببین زد. الان نیست آره اصلا آره داشتم آمار میگفتم خب بگیر. تیپیکون بیا مثلا بگیریم الان درو رو بزنیم، بعد بیان مثلا خونخواهی درو اونا رو هم بزنیم، جانگلش رو صد بگیریم دیگه درصد تموم شه. آره یعنی اینجوری ببین بودم که همین الان باید میتونیم گیمو جی جی کنیم، بعد رفتم سگی به نه درومون. بابا چیه گیمو جی جی کنی؟ تو چطوری میخوای گیمو جی جی کنی؟ گفتم الان درو تنهایی تیپی کرد، خب الان با یه ساپورت بریم درو رو بکشیم، بعد آره اینا ببینن ما تو جانگلشون دروشون رو کشتیم، میان جانگلشون رو بگیرن، بعد اونا بعد چون درو مرده اونا رو بکشیم، بعد دیگه وارد بکاریم فارمشون تموم شد دیگه ببین و این مبنی همه نشانشون این که بریم. تو قرار فکر کنی و لید بدی و یارات بفهمن و بخوان اجرا کنن، اینا رو سیف کن واسه مین ایونت تی آی. ما الان داریم تو براکت 2K 3K بازی میکنیم، تو یک ای بابا 1500 هم باش دیگه سگ بدتر درام داری شده. تو 1500 2K بازی میکنی. یارت وقتی بهش میگی بیا اینجا، فقط میشنوه که بیا اینجا، نمیشنوه که بیا اینجا درو رو بکشیم، فارماشو بزنیم، انمی تی پی کرد، دکتر آخه بک بازیش بدیم. خوب بود، انتظار فکر کردم آخه واردم کاش تو جنگل بعد اینجوری پیش دکتر حتی خوب بود. ببین خوب بود، بازم ریستراکچرم نشسته نریمان ببینه. شاید یارو تئوری این چیزایی که تو میگی رو ندونه، شاید اصلا راحت نباشه، شاید اصلا اینجا معذب باشه واسه اسپل زدن. کار زوری نکن یارتو به اگه کاری، اصلا فایو من پارتی بودیم من این کار میکردم، اینو میگفتم تو حتی فایف دیسکورد من میافتیم. پارتی هم ببین وقتی یاره تواناییشو نداره فورس نکن، فارم تو کن. تو الان انمی رو کشتی، ایکس پی گلدشو در آوردی، خودت به تنهایی اگه فارم انمی رو بزنی، برگردی تراینگل تو بزنی، به تنهایی انمی رو عقب انداختی، خودتو جلو انداختی. بعد مینوایل که خودت داری این کارا رو میکنی، این شرایط رو به ویچرکترت هم میدی که میدلین یه وی فارم کنه، اکسپی بگیره، گلد در بیاره. تو داری کل مپو جمع میکنی اینجا، فرض کن الان انمی تیپی کرد رفت این بر، الان میخواید چی کار کنید؟ الان هم ببین اگه من این انمی دوتا جمع شد هارد کمپ رو میزدم، 4 تا هارد کمپ از درو میافتادم جلو، برمیگشتم هنچنین تمام دادم آره درستشون. دیگه، آره آره یه مدیومه که فکر کنم نمیتونستی بزنی، یه لارج میزدی میرفتی سریع ایشنت که برسی نه تراینگل رو یکم اونجا تستر دور خودم کنی. داشتم میگشتم، خب اگه اینو میدونستم سریع میزدم، شاید 3 تا میرسیدم بزنم تازه. اوکی اگه فکر آره میکنی میشد که این کار رو ترای کن. آره یه 10 ثانیه داشتم دور خودم میچرخیدم، مثلا وایساده بودم نمیدونم چیکار. این موقت خودت هم زدی یعنی ویش مایلت. داکتر بدبخت هم مرد سرم. بعد ایکس پی که میگیره رو نها کن. درو آره اوه شیت 16 شده یعنی دروی آلردی یه لول ازت بالاتر بود، شما دوتا رو هم کشت، 16 شد یه چهارم 16. شد. فارم کن. من میگم تایمینگ تو بدونی، مثلا من الان میدونم این پی ای درو رو نمیکشه، آرمور درو رو نها کن، من میدونم این پی ای درو رو بلای تستونه نمیکشه. ایمان داشتم بلای تستانه دیگه، گفتم جادو نمیکنه واسه که. گفتم نصف دزوه دیگه بریم. نه اونطوری نیست، آره خودت آقا این با فارم. دزو 2 تا تقه میزنه، گفتم حالا با بلای تستون تا 4 تا تقه میزنه دیگه، نگو نمیزنه کلا. نه نمیزنه کلا، این تیپیت غلط. تو چه موقع آره باید بعد تیپی تیپی کنی؟ میکردم تاور یک بالا انشن میزدم نه کجا هم دیگه تو چه موقع تیپی میکنی؟ تا حالا این فکر کردی؟ قد شد تلفن. صدامون هریالا؟ من همون بلای سر نت اومد، گفتی تو آره نه اوکی نه اوکی خب چه موقع تیپی گفتی میکنی؟ تیپی تا حالا به داشته این فکر کردی که چه موقع تیپی میکنی؟ شما برسی به یه چیزی دیگه، پیاده نمیتونی برسی به اون چیز، باید تیپی کن. آفرین، پیاده نمیرسی به اون چیز، باید تیپی کنی. پیاده که انیوی anyway میرسی، چرا تیپی میکنی؟ چون قرار دیر شه. آره الان چیزی قرار دیر شه؟ نه آفرین، پس تیپی رو نگه دار. ببین اینطوری میخوام پیاده واسه توضیح بدم، وقتی تیپی میکنی که ایونت مهمی در حال انجام باشه، ایونت مهم، یارات میخوان اسموک برن، انمی داره میاد تاور بگیره، شما میخواید تاور بگیرید، میخواید برید روشن بگیرید، میخواید تاور دف بدید، یا روی یه تاور میبینی مثلا 5 تا یونیت رنج و 10 تا یونیت میلیان، یا کم اهمیت تر از همه ایونت ها میبینی تایم استک کردن ایشنت.
باید تیپی کنی بری ایشن تو استک کنی که دو وی بهش اتفاق کنی. در غیر این صورت شما تیپی نمی کنی، موف میدی، چون همون مووی که میدی رو در ادامهش تیپی تو نگه داری، فارم تو چند برابر میکنی. تو اگه تیپی کنی اینجا تو 30 ثانیه اینا رو میزنی، بعد مثلا میخوای پیاده بیای اینجا، یه مین اینجا رو از دست میدی دیگه. ولی اینجا رو با موو بری، اینجا رو زیر 1 دقیقه میزنی، تیپی میکنی، مثلا اینجا رو هم زیر 1 دقیقه میزنی، که حالا بازم من نمیخوام اینو بهت پیشنهاد بدم ها، ولی نه میگم آره دیگه تیپیه، ایشنت جان آره تیپیه خیلی باید افیشنت یوز شه. ببین 100 تا گولد و 80 ثانیه تیپی با این قابلیتی که تو مپ جا تو عوض میکنه خیلی چیزه به درد بخوری. باید وقت تیپی رو یوز کنی که ایونت مهمی توی مپه. اگه ایونت مهمی توی مپ نیست نباید تیپی کنی. الان هیچ ایونتی توی مپ نیست، زنده میشی باید موف بدی. موف میدی میری میرسی تراینگل، فکر کنم به تراینگلت هم فارم برسی، نکروی استاده بدبختم زدم. فارم نکروی بدبختم زدی، بعد یک اصلا زدم خودت هم سیمپل داری لاست فارم بود. کما رو انجام میدی دیگه، بعد دقیقه 22 ایشنتت هم از دست دادی. اینا چیزایی که خیلی تاثیر داره بردی. یعنی مثلا اینکه میبینی یه نفر میاد میشناسم پای آیدیت، میبینی کار خاصی نکرده، یهو میبینی 10 تا لول جلوتره، مثلا تو مینه 15 16 بازی رفته مید لین، بهتر از تو لسید کرده، بهتر از تو دینای کرده، حواسش بوده نسبت به مین بازی فارمی رو از دست نداده، یه جا هم شاید مثلا انمی یه گاف داده، یه کیلم گرفته، وقتی هم اومده جنگل انمی این دوتا کمپ رو فارم کرده بک داده، وقتی هم زنده شده با موو اومده اینا رو استک کرده فارم کرده. سر این چیزا قوی میشن. و یعنی دیگه بوستر جادوگر نیست که مثلا وایس این کمپ رو فارم کنه، تو هم وایس این کمپ رو فارم کنی، اون سر اینکه این کمپ رو فارم میکنه مثلا 3 تا لول از تو بیفته جلو. بابا همونه دیگه، این اسمال کمپ، اونم اسمال کمپ، همونه دیگه، فرقی نداره که وقتی اون ازت جلوتر میفته اون پترن فارمش درست داره، رو تایمینگ درست فارم میکنه، رو تایمینگ درست هم موف میده. تو الان 4 تا دد دادی، 3 تاشو 2 تاشو که سر ویژن میتونستی ندی، 4 رومیه رو فیت دادی، الان 3 رومیه رو اصلا یادم نیست کجا مردی واقعیت. یه بار اینجا مردی، یه بار اینجا مردی، 6 شیش زوس زوس خوردم. خب 6 زوس اینجا خوردی، یه بارم اینجا زوس جوین داد، یه بارم اینجا فیت دادی، یه جاش دیگه یادم نیست کجا بود. نه میگم همین دعوای اشتباه رفتم مردم تو الان من چیزی اشتباه. که دارم ازت میبینم پترن فارم درستی داری، تو موومنت و پترن فارم درستی داری، صرفا یه سری چیزها رو بهش توجه نمی کنی. یعنی اون یه سری چیزها رو بهش توجه کنی تو تا 4K کری می کنی با این سبک بازی که من دارم ازت می بینم. دیگه دوباره این نت موبت، پرابلم. این موبت غلط اصلا. می دیدم زیاد بود آخه. خب میت زیاده باید چی کار کنی؟ می دو فارم کنی دیگه. میدو فارم کنی 4 تا هیرو وسط هم. دیگه دوتاشون که اون پشتم میاد زیر تاور بزنم دیگه. وزی تاییفه. خب اینا رو بزن، اینا رو بزن و این وری برو مید لین رو بزنی، بعدش میخوای کدوم وری بری؟ اینا رو بزن و این وری برو، اینطوری فارم کن، بعدش هم برمیگردی تراینگل، هر وقت هم مید فایت شد تیپی میکنی. تو اولویت باید قوی کردن خودت باشه. این رو چنم هم میکشی آخ اینقدر آره بشن البته نده. اینجا میکنم هیرو دیدم چون اساس از اول سر اینکه اینا خیلی اسکویشی بودن پی ای کشتم دیدم این دزوم مایندست اومد. رو داشتی که بری دوتا بزنی. نه نه دزوم اومد گفتم برم دمیجای دزو رو بگیرم 25 تاشم فکر کنم 10 دقیقه ای میگیرم باشه. بذار رو خیلی ببینیم دیگه. آره یهو دزوم اومد خیلی کشتیم. منظور این مووی که هی ایشن تو میزنی این وری میای، این داره عقبت میندازه. بعد ببین این خب فارم آره نه میدونم یعنی مثلا من الان یه گیم پلی 6 ماه پیش برات دارم میبینی مثلا با مدوسا قشنگ همینه راینگل بالا دو تا هارد کمپ دوباره آفرین، تراینگل بالا دو تا هارد کمپ میگم اینا داره عقبت میندازه دیگه. یعنی مثلا اگه این آره گیم قرار طول بکشه و یه همشون ساعت آیتم گیمه بیارن طبیعی، ببین انیگما و زئوس تو لیت گیم خودشون هر کدومشون تک به پنجن، هر یه دونهشون تک به پنجن، چه انیگما چه زئوس.
بی کی بیاشون رو قراره، حالا انیگما قراره شیشش رو ریفرش کنه، بی کی بیش هم قراره ریفرش کنه، قراره مثلا 4 تا آیتم اضافه کنه، لینک مینکن هم اضافه کنه نتونی بکشیش، ایون دیسک اضافه کنه نتونی بکشیش، زئوس هم که 6 و آره ریفرش اصلا و آخر بازی آهوانیم سر و ایون دیسک زئوس باختیم، من پریدم همین زئوس رو دیگه. بکشم ایون دیسک بعد زد خب زار. نباید بذاری بازی به اینجا برسه. ببین آه الان منم بیام مثلا تو اوریج 3K 2K 1K بازی کنم، بازی بره لیت، امکان باختم خیلی زیاده بردی، چون همه بلدن هیروشونو با آیتم زیاد بازی کنن، همه بلدن هیروشونو با فول آیتم بازی کنن، همه میدونن وقتی آیتمشون میاد چطوری دمیج بزنن، همه اسنایپر فول آیتم های گراند و بلدن، همه درو رنجر فول آیتم های گراند و بلدن. بعد نه تنها اونا خودشون بلدن، بلکه هیروشون هم قوی میشه. یعنی مثلا انیگمای لول 13 14 رو کشتن خیلی راحت تر از انیگمای لول 25 کشتن. واسه همین نباید این فیلا رو بدی که بازی نره برسه به اونجا. یه بازی کلین دیگه ترتمیز، لیچه هر کی بهتر دکمه بزنه است دیگه، هر کی بهتر دکمه بزنه است مثلا تو و دو پونصد اینا از احتمالا از همه 9 نفر دیگه بهتر دکمه بزنم، ولی خب تا بعدش دیگه ببین تو الان گیم پلی که من ازت دارم میبینم گیم پلی یه آدم 1700 نیست، تو صرفا این دیدایی که داری میری میدی که میگی میدونم، این مووایی که داری میدی واسه فارمو میگی میدونم، اینا رو بدی درست انجام بدی خیلی راحت میای بالا. بعد پیه خیلی هیرو خوبیه واسه رنگ ها، با میراکل 6 سال میخواد رنگ یک اروپا شه پیه بازی میکنه، هنوزم که هنوزه داره پیه بازی میکنه، داش هیرو خیلی قویه، خیلی قویه این هیرو واقعا، که بنش خودم رو زیاده این شکلی وگرنه میزنه. میشستم اسپم میکردم. من خودم یکی از کسایی هم که پی ای بند میدم، پوزیشن 4 بازی میکنم پی ای بند میدم، دوست ندارم خودم جلو این هیرو بازی کنم، چون با اصلا یک بزن تو سرت لانک چرت و پرته، واقعا اذیت کنه این هیرو. بعد 90% دو تا پلیر اولین رمپیجشون رو با پی ای گرفتن دیگه. آره بعد ببین یه بار فیل میدی جلو پی ای، مثلا فکر کن بازی رو خیلی جلویی، یه بار فیل میدی لول 18 میشه دیگه، تمام میشه دیگه، پارت میکنه کریت بزنه دیگه، باید شوخی نره. آره دیگه مثلا پنگولیر الان 5 بار طولان به من برد، من الان باز مینه 28 بی کی بی ندارم. تو حالا این آیتم مثلا بی کی بیت هم داشته باشی و دزول فیوری نسبت به این گیم فیلی که داشتی میره 21، کم باید همه اینا رو میداشتی، میره 21 باید دزول فیوری بی کی بی پاور ترید میداشتی. گیم فیلی نداشتم، گیم فید دادن بهم داشتم، اصلا خیلی بده آیتم بودون که مرد آدم بودون. آدم بود. این 12 تا شد 2 دقیقه است بزو خریدم دیگه، گفتم دیگه الان خدا بنده نیستم، تاور رو داشتم میزدم این اندازه کلینگز داشت نمیش میداد کار زوریا دیگه. آره انیگما رو دیدم دیگه رفتم، این تصمیم اصلا تصمیم اشتباهیه. برم دو درخت آخ حواسم بس اصلا نمیدونست، شیش حواسم کرده نبود تو دیگه، دوک تا درخت هست. اصلا شیش میکنه، جدا از اینکه سه داره شیش میکنه، وقتی بیلینک میکنه روش اون ازت فاصله میگیره. آخو یکم با ابیلیتی ها هودوینک آشنایت کامل نداشتم، همین که شیشش ناکمک داره، نه اینکه با سلا درخت میره، مثلا خب خواهد تا حالا شیششو میخورم بزنم تو سرش دیگه. اوکی، این از این یه چیز دیگه هم میخوام بهت بگم، تو دوست داری کجا فایت کنی؟ بالای مپ خیلی کلی تر بگو. نه بالا نه یعنی چی؟ بالای مپ اینجا یعنی یعنی آفلین خودم و سیف لین حریف اون برابر بذار سوالم خیلی آخه بگه، ترجیح میدی توی یه فضای باز این شکلی فایت کنی که زیر ویژنتون هم هست فضا بازه، یا اینجا فایت کنی که همش لای فضا درخته، بازه. همش فاگ و تاور انمی، انمی تیپی میکنه؟ آفرین، چرا اومدی اینجا؟ تاور رو بگیر فضا آفرین، تمام شد و رفت. یا اومدی تاور رو بگیری یا میخوای هیرو بکشی. اگه میخوای هیرو بکشی اینجا جاش نیست، اگه میخوای تاور رو بگیری این جامپ جامپ نیست. بیکیویم تو کوریر بود، گفتم دارم تاور رو میگیرم یه 4 تام دزمو شارژ کنم خب در نمیتونی سطح شارژ کنی مینیمالیست. دیگه، این حساب کتاب غلطیه، نمیتونی این آره کارو بکنی دیگه، نفهمیدم بذارم فکر کنم نمیرسن اینجا اینجا در انیگما ادامه برسن، بکشنت. نمیدونم فکر کنم سوسکوازی در آوردم رفتم فید دادم. میبینی هیرو چقدر قویه؟ آره
مرد با کلیو مرد خودبین که بیچاره انیگما. فکر کنم جای پنگول میبیرم بیزارم کرد مرد اینه دیگه، رو شانس حساب کرده دیگه. این نمیتونم بهت گیری این همه بدم. دوتا هم نباید میکشتم بابا باید بلکول هم که به سگ میبردم بلکل من ندارم. اینو حالا قنیمته فکر میکنیم که آمار داری که بلکل ندارم. اه ندارم نه آه بلکل خوش ندارم. ببینم پنگوله میکشه چرا تا کم چقدر بودی لول میخواد اپ با میشه. پنگوله 21ه، میکشاتت 23 میشه. بعد شاهن ببین کی تو بیده این لول، دو تا لول بالا اومدن خیلی ها، یعنی مثلا تو از 4 بشی لول 6 اونقدر نیست، ولی از 21 آره میشی 21 23 بشی 23 خیلی. خیلیه آره آخه ام کی بی هم خریده در این سایت هم دو جوری برو پنگوله دیگه، باری کلا. آخه اینجا من ایه رو پاره کردم گفتم اونجا شیش بزنه نیم خب ساعت داشتم شیشش قشنگ حساب کردم براش گفتم تو 4 ثانیه دیگه کولدام میشه اینو اونجاست بزن نایس. عقده کردم از پنگوله و من تو رو نکشم برد نمیتونم اینجا خیلی یه بودم اجداد بام دروه ولی تو کام اون پشت ریکاور کردم برگشت این دروه ببین چجور میزنه تم یا پوسی بازی در آوردم واسه دیگه خوبه این بقیه کار بلک هول درسته آره که میای عقب. این خیلی خوب بازی کردی فایتو، من اوکی ام با اینکه این فایت انتر بازی کردی، فقط صرفا عقبی از مین بازی، خیلی عقبی. و اینم سر اون موبایلی که دادی. الان جای یه ایجی ستنی کم میاد ولی خب درست ازش بکنم استفاده نمی کنم بذار ببینم. احساس بکنم با این ایجیزه کارهای بیشتری میتونستم بکنم به فارم بیشتری حداقل میتونستم بکنم یه ستنی که بشر از توش در میومد در نهی بود الان که فعلا داری دور خود را میری، آره دیگه همینو میگم الان اصلا باید برید دوی بالا، بعد برید برید دوی میر، همه کالاش هم کالای خودته دیگه، تو باید بگی آقا بیاید دوی بالا، آقا بیاید اول دوی میر. خودشون رفتن دوی بالا اینجا آخ منم این بیشیبیت خیلی غلطه ها، آره اینجا خودم کلم کوبیدم تو میز داره این بیشیبیت ها. نه هم دوتاتون هم فرکل نداره بزنه. هم میزنم آبشون خبری نیست دیسی شدی دی دی سی آره هم برمیه مور پنگوله چه سیف شد الان فرمول دقت دو میکنم میزنه صفر میشه دیگه. آره نه خبری نیست خبری هست خبری بازی بود، خبری خبری بود. بود زیوس بای بک رفرشر زد برای من بای بک کرد یش با رفرشر دو تا شیش زد خب ببین روشن رو زدی، الان آره باید پر کنی. از سه تا دو یارم هم رفتن تاور دوی بالا بدبخته با اینکه کرشون نبود آفرین. ببین میخوام اونا یه خیلی بیشتر همه شورشون به بازی میرسید همینو میخوام بهت اون بگم، لحظه میخوام یه دید کلی بهت بدم. بردیا دوتا رو چطوری میبری؟ خیلی سیمپل توصیف بده، خیلی سیمپل و کلی. فکر کن میخوای واسه یه، اوبجکتیو دیگه نه فکر کن من اصلا دوتا بلد نیستم. انشین تعریف آمده آفرین اینو باید بزنی دیگه. قبل اینکه اینو بزنی باید چی بزنی؟ این تیر چهارا رو تاور و بیلدینگ و قبل آره اینو باید چی بزنی؟ تاور یک و دوار نه دیگه اون مثلا مرحله بیلدینگه، من قبل مرحله بیلدینگ هیرو رو هیرو رو، قبل هیرو رو چی؟ کلیپ رو تمام شد و رفت. حالا اینو ریورس آره بهش نگاه کن، اگه آره اونقدر یونیت زدی که میتونی هیروها رو بزنی، میری هیروها رو هیرو میزنی. رو بزن اگه اونقدر یونیت و هیرو زدی که میتونی تاور رو بزنی، میری تاور رو میزنی دیگه. واسه مهم نیست که هیرو زنده است یا هیرو مرده، اونقدر تاور، اونقدر یونیت و هیرو زدی که میتونی تاور بزنی، یعنی رفتی تو الان فیز 4 تاشون سوم. مردن دیگه حالا اگه اونقدر تاور و یونیت و هیرو زدی که میتونی بیس رو بزنی، میری بیس رو میزنی. تو الان تو مرحله سومی ولی داری تو مرحله اول بازی میکنی،
تو مرحله سه بزن یه لحظه نوتیفیکیشن دیسکورد هم ببندم ببینم. خب تو مرحله سومی داری تو مرحله اول بازی میکنی، این کاری که چیزی که کارت داره خراب میکنه. تو همیشه روی این خط فکر کن که آقا اونقدر یونیت زدم که هیرو بکشم، پس اوکی میرم هیرو بکشم. اونقدر هیرو کشتم که تاور بزنم، پس میرم تاور میزنم. اگه اونقدر هیرو و یونیت نزدی که نمیتونی تاور بزنی، برمیگردی دوباره سراغ یونیت زدن و هیرو زدن. زوری نیست بگی خب هیروش رو کشتیم بریم تاور. اگه هیروش رو کشتی قراره یه تاور زدن از 30 ثانیه وقت بگیره، این کار غلطه. باید بری فارم تو آه. کنی، نباید آخ اونقدر آخ زمان آره بذاری یه پای ویدیو تاور تو زدن. یوتیوب بود اصلا عرفان خب میگفت یه تیپ برای هر رنگ، یا مثلا چیکار کنیم، مثلا به هرالا میگفت تقصیر خودته که هرالدی، به گاردیانا میگفت کریپ بزن، به کروسیدر که الان من توشم میگفت تا فایتو میبری نه پر تاور رو بزن، شاید 5 ثانیه آره دیگه ریسپان میشم یا زیر تاور میزن. دقیقا اینطوری نباشه آره کشتیمشون تاور بزنیم. ببین بیلدینگ دمیج چقدر، انمی چقدر دیگه میاد، انمی بیاد با وجود انمی میتونی تاور بزنی یا نه. یه سری موقع هست میبینی فایف منشون زندن، میتونی وایسی تاور بزنی. یه الان ترو چهارتاشون دو رقمی تو ریسپانن، منم دزا دارم دیگه، و بریم تاور رو بزن. بالا رو باید پوش بدی، یا دو میت یا دو بالا باید پوش بدی سریع بری تاور. اصلا این بازی فارمایی که تو لاین نزدی، پترن فارمی که خراب کردی، اون موبای اگرسیوی که دادی تا واسه الان من کلیر، میباختم اگه انمیت. تا الان تمام شده بود بازی. بعدش هم که دیگه این موف دیگه، تا الان بازی تمام شده بود. مثلا از اینجا دیدن بازی به بعد این پوینتلس، این از اینجا به بعد دیگه همه چی قرار شانسی اجراشه. اون بلک هولو میس بده، تو کریت بیشتر بزنی، این فلان کنه، اون بیسار کنه، دیگه ریاضی قضیه کنسل میشه تقریبا. دیگه تموم شد دیگه، اینجا دیگه دلغک بازیه. اینجا دیگه گیم سخته. از اینجا تو هیرو تو بده دست یک بوستر، واسه اونم دیگه گیم سختی. از اینجا دیگه گیم سختی میبینی، دیگه همشون زورشون میرسه تو رو بکشن. اصلا نباید به اینجا برسه، یه به درکل میخوری میمیری. اصلا نباید به اینجا برسه، نباید بذاری بازی اینقدر سخت شه. این بازی رو جمعش هنوز هم باید میشه کرد برد. آره این بازی رو هنوز هم میشه برد، گیواپ ولی نمیگم. اصلا لازم نیست یاد بگیرم چجوری این بازی رو ببرم، چون تو قبل الان میتونی اتفاقا ببرم. چرا لازمه یه بازیایی فیل میدی؟ اینطوری نباش که خب فیل دادم دیگه ولش کن. یه بازیایی فیل میدی اینطوری میشه، میشه این بازی الانت. هر بازی پرفکت پیش نمیره که، بعد اصلا سطحت بیاد بالاتر، انمی نمیذاره بازی تو پرفکت پیش بره. به درد در دیگه میارم تو خب هم. اصلا منی که یک هی زیر رنکی هم که قبلا بودم، دیگه الان عیبی سامو بزنم تو نداره. بازی فکر نکنم. آره ببین نه هوا اینطوری فکر نکن، اینطوری فکر نکن که دیگه مثلا باید ببازم. حرفم اینه، نه هنوزم میتونی ببری. تو از الان باید به این فکر کنی که من هیروم زور قبلیشو نداره، هیروم مثلا داره 4 تا میخوره، از الان چطوری ببرم؟ فورس نکن هی فایت کنی، هی فایت کنی، هی فایت کنی. مپ خودتو دوباره فارم کن، به آیتمایی که قراره بیاری فکر کن، به این که قرار فایت کنی باید با ایجس فایت کنی فکر کن، فارم کن تا روشن بعدی. روشن بعدی اومد، میرید روشن رو میگیرید، دوباره فایت میکنید، دوباره بازی رو میشه برد، دوباره میتونید بزنید بازی رو. نمیگم گیو اپ کن، ولی دارم میگم این فیلا رو سعی کن ندی که به اینجا نرسه. حالا اگرم دادی باید باز بشینی فکر کنی چطوری میشه برد. هیچ وقت نباید مثلا شل کنی بازی رو، ول کنی. مثلا این بازی ما تا یاد ایجیز نداشته، آخه با ایجیز هم حتی اینا رو هایگران ما رو میزنن، دیرو اوکی زئوسن. آره آها یعنی فقط باید دیرو آفرین. یا زئوس رو بکشیم بعد بریم بالا. حالا وایسا چرا بری بالا؟ آره بندازیم دیگه انشنتشون رو خب وقتی یه ببین نمی زنده است، وقتی یه نمی دیگه. زنده، آره خب اینو میخوام بهت بگم، گوش کن. تو فرض کن نمی اینجا هایگران وایستاده، آنخ هم داری، بری با آنخ هم میخوری، بعد چی کار کنی؟ بابا بازی کل مپشون رو فارم کنم دیگه. تمام شد و رفت، ببندشون انمی آره رو اینجا جلو همون نیان. بالا نگرشون دارم، من کل آفرین جنگل اونا رو فارم کنم، انقدر آفرین. قوی تر شم که بتونم برم بالا بزنم ببین نه تنها خودت انقدر قوی تر میشی که میتونی اینا رو یارام بزنی، اون طرف. بلکه یهو میبینی مثلا ویچ داکترت بغل اینا یه بی کی بی هکس بیلینک اضافه کرده، ویچ داکترت میپره هایگران درو رو سولو میکنه.
یهو میبینی مثلا این اتفاق برای نکشه اون افتاده. الان نکشه رو نگاه نکستون هم خیلی قوی شده. وین رنجرتون فرض کن مثلا بغل این آیتماش یه سیتنیک اضافه کنه، میتونه یا ریفرشر اضافه کنه. من فهمیدم وین رنجر دز اوورد، بعد این ترشتاک میکرد با من مینه 20 میوتش کردم. نداره این میوت چیز کن. بود، این ما فایت میزدیم، من یه دو سه بارم مثلا، من یه بار که من مردم سر همین شیش زوسه که خوردم، بای بای کرد، آره رفرشر زد برام اینجا، گفت جی جی و مثلا پی ای بلد آره سازی کنم. دیدم بابا گفتم خوندم. بابا میبریم، خبری نیست، خیلی قوی ترین. مثلا نکروی گفت مثلا آی لاک یو پی ای یور مثلا سو پازیتیو اینا، اونجا من دیگه ویندو میوت کردم. هر فایتی ما میخوردیم این منو تیپ میکرد، ما فایت میبردیم من اینو تیپ میکردم که دیدیم ما میتونیم بازی ببریم. یعنی مثلا دعوای ما سر این بود، نر تا من وقتی میگفتم ما نره میتونیم دون بازی مخه. ببریم، آره من میگفتم بابا میبریم، اون میگفت به خدا که میبازیم. مثلا داداش دزو خریده اسکل تو تیم عیب پی ای، خب نداره بذار بخره معلومه دیگه. نه نیم کیل آیتم. نداره بذار بخره، تو بازی آره خودتو کن، تو با اینا کاری نداشته میدونی باش. اصلا گیواپ و گیواپ بودم رو دزو، رو چیزه نه اشتباه میکنی بس چه گیبافی گیبافی این بود بطران فیت داری ها دوباره. و میگم اینجا اینو اصلا. این شکلی بهش فکر کن دیگه، ما قرار نیست اینجا فایت کنیم، ما اگه اینجاییم قرار تاور بزنیم، ما اگه آره قرار فایت کنیم اینجا دوست داریم فایت کنیم، نه اینجا که آرمور تاور دارن، تاور قرار مولتی بزنه، انمی قرار هی پرشه بیاد پرشه بیاد پرشه بیاد بای بکم بکنه همین بغله. ما اینجا دوست نداریم فایت کنیم. وقتی اینجا فایت میکنی که بدونی 10 تا هیرو رو 5 تایی میکشید، یعنی همه بای بک ها ردیه، همه ترابل ها ردیه، همه دمیج ها ردیه، میدونید او اینمی بای بک کنه من اصلا بمیرم، من بای بک میکنم ترابل میکنم میام. در غیر این صورت ما نمیایم اینجا فایت کنیم، ما اینجا میایم تاور بزنیم. این تو ذهنت باشه. اما مثلا یا 5 تایی 10 بار میکشونشون یا اون بالا فایت نمیکنه. آفرین، اگه میتونی بدون اینکه بکشش بیلدینگ رو بزنی وای میسی بیلدینگ بزنی، اگه نمیذاره ببندش هایدران کل مپ رو فارم کن. همین ای انقدر قوی میشه، ای یکی از هیروهاییه که سولو سنگ و آب میکنه، یعنی با ای بلید و تلنت هایی که میگیره و حالا مثلا فرض کنی هکس بیاره دگون بیاره اینا، خود این هیرو سنگ و آب میکنه، خود این هیرو خیلی قوی میشه. ای ببندشون های گراند همه فارمر هم دیگه نه، دید نکشوی چیکار کرد؟ آره نکته تو خیلی قوی، ببندشون های گران همه یارات فارم کنن، همه با هم فارم کنید، عجله نکنید واسه تو رفتن. مثلا زدم اینجای بای نکشو بک رو دیدم، کردی، مثلا امیدم به زندگی برگشت. زدم رو لن دیگه. سرویس ستاشون رو زد تکی، دروز 100% اچ پی برداشت، همونجا شیشو زد روش. گفتم ایزی. آجی اصلا نمیدونه شیشه نکرو چیکار میکنه، یهو یه ایبلیت دگون زد نیست شد با شیش مرد. خیلی سنجورم آخ چیکار بکنم، بازون دی بازی رو باید بای بک خیلی حیف کرد، حیف شده باز بود. اصلا نه آخ بای بک میکردی رفت مخم نه رو مخد یعنی دیگه. یه جایی باید بینده، رفت مخم. ای همه این گیم روزش معلومه، آره دیگه ببین رو مخت نره، تو حتی جایی که میتونی سعی کن با یارو حرف بزنی، از یه جایی به بعد به این نتیجه میرسی که چی میگم میخ تو سنگ کوبیدنه، کنسله دیگه، نمیتونی با این حرف بزنی. میوتش کن، ادامه بازی تو بازی کن، ولش کن. مثلا گیم آخر کالیبریت هم ارفان رول کیوم تموم شده بود، لیچ پوز پنج بودم، بعد انیگما پرید با بلک بورد 4 تا رو گرفت، من 6 انداختم لاشون. خب دمیج نمیزنه که آقا، یه مش خرج بی بودن، بعد من 6 انداختم لاشون، من اولترا کیل گرفتم و انیگما تو چت فاک یو و کیل استیرل فلان و اینا. من تو بازی ارفان تو کنم 4 تا اولترا کیل گرفتم 4 بار، یه بار خانه اصلا بابا پی اینا ای اونو اصلا آره، نصب بره تو بعد هر مخت. دفعه من 3 بار از اولترا کیل هایی که گرفتم فوش میخوردم، گفتن کیل ما رو زدیم، گفتم یزید بابا داریم اصلا میتونی بازی رو بزن. میبریم، ام ام رو به هممون میده بابا چته. نه اصلا رو این چیزا انگار چیز مثلا نکن. من اولترا کیل بزنم تو نزنی به من 60 ام ام ار میده، میگه برو نیکست، میده دیگه به هممون 30 تا میده، میگه برو. نه اصلا به این چیزا حتی فکر نکن، اصلا به این چیزا فکر نکن، مهم است. خیلی اصلا چیزم، یعنی یارو آیتماش رو دینای میکنه، من باش صحبت میکنم، خیلی نه به نظرم اینجوری زیاد هم هم میتونم برای انرژی روانشناس نسا، میشدم اصلا، خودتو اینجوری اذیت نمیشه. نکن، بیشتر از یه تایمی خودتو اذیت نکن. اگه میبینی آره دیگه دیگه نمیشه، میخوام چون ببین تو قرار نیست یه دست بازی کنی بردیا،
نمیتونی آره کل انرژی و روانت رو بذاری روی یه دست، یعنی یه دست همه این ترایا رو میکنی، همه این کارا رو میکنی، بازی رو میبری میای بیرون دیگه جون نری فاین بدی، حوصله نری بری آره نکس، بری نکس هم یا خسته میری یا عصبی میری. تو قرار مثلا 5 ساعت بازی کنی، 6 ساعت بازی کنی، قرار انرژی بذاری، حالا میگی میانگین 3-4 ساعته، اون 3-4 ساعت رو باید بتونی یعنی من خودتو الان بعد استم کنی. کوچمو میرم احتمالا مثلا تو 5 صبح، مثلا یه دیدی مثلا 5 صبح تو ریویو ارفانداد گذاشتم اچه و و لجند شدم ایشالله باری کلار با 24 ساعته مو رکن صبح ایشالله. ولی خب حرفم بهت اینه، انرژی رو نگه دار، انرژی رو نگه دار واسه که بعد تو چون که اخلاقم بده میتونی. دیگه ارفان، میخوام مثلا نمیدونم کاری که روانشناس یارو باید توی سشن یه ماه براش بکنه رو من میخوام نیم ساعت گیم کلا اخلاق یارو رو درست کنم نمیتونی بفرستمش بره. بکنی که، انتظار دارم نمیتونی، بتونم دیگه، نمیدونم نه چرا خب نمیتونی تاسف. بکنی که، کی میتونه نیم ساعت مثلا یه نفر رو پم بعد اصلا به آخه یارو یارو هم مینه 15 GG، خب من میگم من MMR رو میخوام آجه هیچ، سعی خب کن بذار آرومش شهر کنی باش حرف بزنی، میگم ای یه حرف جایی به بزنم، بعد میگم یارو نمیگم آره دیگه مثلا معمولا همین میگم دیگه، مثلا یارو میگه GG، میگم نه بابا مثلا 3 تا لاینه برای ما پوشه، تو من ریسپانشن مثلا ستنیک دارم میزنیم اینا اون خوبه. بابا خیلی قوی اینا، بعد باز میگه نه مثلا من تیپ میکنه بعد فاک یو فاک یو تو ریپورت میاد بابا میبره گوش. این دیگه چیده شعبده بازیه دیگه، بقیه گیم دیگه دیوان کن ببین اینا این دیگه، یکی شعبده اتفاق، داره هیچ این نمیشه. اتفاق تا سکه آینده روبرو تو قراره ببینی. انمی میاد تایران، انمی میره شما میره تایران، آره شما ما میمیرید. ان میرم ما یه میمیریم من اصطلاح به این میگم بازی اله کلنگی، هی شما میاد اینور میمیرید، اونا میاد اونور میمیرن، شما میاد اینور میمیرید، اونا هیچکی میاد هم اونور نمیره میمیرن. روشن، نمیدونم چرا اینو اسکله. الان که همین دارم گیمو دوباره میبینم چرا ما نمیریم روشن رو بزنیم، با روشن بریم بالاخره. حرفم بهت همینه، تو اینا رو بدون، تو این موو آره اصلاح کن آقا، نری تایگران وایسید کل مپ رو فارم کنید، آقا نری آره تایگران وایسید ایجس بزنیم، یا آقا وایسید هایگران وقتی بازی عقبیم هی نیاد اینجا بمیرید، وایسید هایگران چون هایگران قوی تریم، انمی میاد میمیره، تو اینا رو بدون، تو این تصمیم بهترا رو بگیر، تو بازی رو وین کن. حالی میخوایم شعبده بازی ها رو چیز کنیم، بریم اگه وقت داریم هاست کارا رو هم یه نگاه بندازیم.